نمایندگان مجلس هشتم با 31 رأی موافق و 155 رأی مخالف با استعفای علی مطهری از نمایندگی مجلس مخالفت کردند. آقای مطهری پیشتر اعلام کرده بود که استعفای او در اعتراض به کارشکنی هیئت رئیسه مجلس در مقابل طرح سوال از رئیس جمهور انجام شده است. برای بررسی بیشتر این موضوع با محمد رهبر روزنامه نگار مصاحبه انجام داده ایم که می شنوید. آقای رهبر، به عقیده شما میزان آرای موافق و مخالف استعفای آقای مطهری تا چه حد میتونه نشون دهنده وزن نسبی موافقان و منتقدان دولت در مجلس باشه؟ فکر نمی کنم به این سادگی بتوان که اون اپوزیسیون تقریبا قوی که علیه آقای احمدی نژاد هست در داخل خود اصولگرایان رو هست باشه، چون خیلی از اونهایی که آرای موافق دادن شاید کسانی بشن که جزء دسته منتقدین احمد نژاد هم هستن و علاقمند هستن که مطهری در مجلس بمانه به عنوان یک لیدر بسیار موثق. اگر مخالفان رو، یعنی اون کسانی که موافق استعفا بودن، دو جزء کسانی بذاریم که رادیکال هستن در اصولگراها و میخوان که موافق دل آقای مطهری رفتار بشه، این 30 نفر واقعا میشه گفت حتی یک فراکسیون رو هم نمیتونن تشکیل بدن. ولی من فکر نمی‌کنم این رأی‌ها نشانه خوبی باشه برای اینکه ما بسنجیم اون اپوزیسیون رادیکال در اصولگراها رو. ممکن هستش کسانی که با حرفای آقای مطهری موافق هم هستند و تلاش هم کردن در سوال از رئیس جمهور و امضاشون هم پس نگرفتند، جز کسایی باشن که مخالف این استعفا بوده باشن. برای همین فکر نمی کنم منات خوبی برای تصمیم گیری باشه. همینطور که در جریان هستین، در بررسی استعفای آقای مطهری یک بار دیگه موضع رهبری راجع به طرح سوال از رئیس دولت مورد بحث قرار گرفت. با توجه به اینکه این بحث حدود 4 ماهه که در مجلس ادامه داره، واقعا بر مبنای شواهد موجود چه قضاوتی رو میشه در مورد موضع آقای خامنه ای در این زمینه داشت؟ اتفاق جالبی که افتاده و بیت یک تصمیم هوشمندانه این هستش که پای رهبری رو اونطور صریح رد پاش رو در خود مجلس نشان ندهد، یعنی اینطور نباشد که رهبری اون بالا بشینه خودش حکومتی بده و مجلس کاری رو بکند یا نکند. اینها اومدن رد پای آقای خامنه ای رو محوش کردن و این هم وظیفه رئیس مجلس و هیئت رئیسه و به خصوص آقای لاریجانی شده. یعنی اینکه ایشون به عنوان رئیس مجلس مخالفت میکنه با سوال از رئیس جمهور، مخالفت میکنه با استیضاح یک وزیری که در اختلاس نقش داره و این همون کاری است که رهبری میخواد، ولی به اسم رهبری هم تمام نمیشه. فکر میکنم آقای لاریجانی الان دارن به عنوان کسی که ردپای رهبری رو پاک میکنند عمل میکنند و همونطور که خود رهبری هم گفته، مجلس هم از شمونات ولایت فقیه در ادامه منویات آقای خامنه ای آقای لاریجانی دارند رفتارهایی رو میکنند که شاید در درون خودشون هم اون رفتارها موافق نباشند، چون میتوان گفتش که آقای لاریجانی یکی از بزرگترین دشمنان آقای احمدی نژاد. رهبری طوری رفتار میکنند که اون تبعات و هزینه هایی که قبلا داشتن رو کمتر داشته بشه و این رو به گردن خود هیئت رئیسه مجلس بذاره و رهبری هم یک نگاه نظارتی داشته باشه و بگه خودتون خب این کارا رو کردین. آقای مطهری هم امروز میشه گفتش که تیغ پیکانشون به سمت خود هیئت رئیسه مجلس بود و این نشون میده که رهبری موفق شده که رد پای خودش رو پنهان کنه، حداقل اینکه نامرئی عمل کنه. متشکرم از وقتی که در اختیار ما گذاشتین.